اندازی کرسی های تدریس دروس خارج و سطوح عالی در ده ها عرصه جدید فقهی که قبلا شاید یک قرن هم اگر به عقب برگردیم یک موردش را هم نتونیم پیدا بکنیم، یعنی در پیشینه حوزه چنین چیزهایی دیده نشد و نیست. همانند عقود جدید، فقه پزشکی، فقه تربیت، فقه روابط اجتماعی، فقه سیاست، فقه خانواده، اینها کرسی‌های جدیدی است که به عنوان مثال چند نمونه‌اش را عرض کردم. طراحی و اجرای ده‌ها رشته تخصصی فقه برای تربیت متخصصان و کارشناسان فقه معاصر، تأسیس مراکز متعدد علمی پژوهشی تخصصی فقه، برخی از مؤسسات را اگر بخوام نام ببرم مانند مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، دائرة المعارف فقه مقارن و ده ها مرکز فقهی دیگر که هر کدامش اگر پروندهش رو باز بکنیم برای ارائه بحث و مطلب زمانهای زیادی رو میطلبه. مسئله دیگر، از محورهای دیگر، برگزاری و مشارکت فضلا و فقهای حوزوی در کنفرانس ها و همایش های فقهی معاصر هم در ایران و هم در خارج ایران. خب اگر بخوام باز نمونه هایی را عرض بکنم، مثل فقه هنر و مسائل مستحدثه، فقه حکومتی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، اینا همه عرصه های نو و جدیدی است که حوزه درش به تناسب نیازهای زمان ورود کرده. تأسیس دفتر مطالعات و تحقیقات فقه معاصر در حوزه های علمیه و اجلاسیه هایی که در این رابطه بوده است.